با عرض سلام، مهسا خانپور هستم. با هم اخبار امروز شنبه 18 فروردین 1403 هجری شمسی برابر با 6 آوریل 2024 میلادی را مرور و بررسی می‌کنیم. نماینده مجلس: مسئولان و فرماندهان به صلاح نمی‌دانند درگیر جنگ با اسرائیل شویم. در حالی که مقامات آمریکایی مقابله به مثل ایران در برابر کشته شدن فرماندهان سپاه در سوریه را حتمی توصیف می کنند، یک نماینده اصولگرای مجلس ایران می گوید مقامات جمهوری اسلامی درگیری مستقیم با اسرائیل را به صلاح نمی دانند. در حمله منتسب به اسرائیل که روز دوشنبه هفته گذشته به کنسولگری ایران در دمشق انجام شد، محمد رضا زاهدی فرمانده حوزه سوریه و لبنان در نیروی قدس سپاه پاسداران و 6 افسر دیگر سپاه پاسداران کشته شدند. زاهدی پس از قاسم سلیمانی بلند پایه ترین فرمانده سپاه توصیف شده که تاکنون در خارج از کشور کشته شده است. روز جمعه چند رسانه آمریکایی از جمله CNN و پولیتیکو گزارش های مشابهی از آماده شدن ایالات متحده برای احتمال حمله ایران به منافع و پرسنل اسرائیل یا آمریکا در خاورمیانه منتشر کردند. در این گزارش ها آمده بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در تماس تلفنی خود در خصوص حمله تلافی جویانه احتمالی ایران صحبت کردند. واشنگتن خود را برای حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل آماده می کند. روز جمعه وزارت دادگستری اسرائیل از بررسی یک رویداد سایبری خبر داد. گروهی هکری مدعی بازیابی 300 گیگابایت اطلاعات شده است. رویترز گزارش داد که گروهی به نام گمنام برای عدالت مسئولیت حمله را به عهده گرفته و مدعی بازیابی نزدیک به 300 گیگابایت اطلاعات شده است. این گروه همچنین اعلام کرده که در این حمله سایبری به اسنادی قانونی از جمله پیشنویس توافقنامه‌های دو جانبه و قراردادهایی با مهر محرمانه دست یافته است. مقامات بهداشتی غزه گفتند که در 6 ماه گذشته از زمان شروع جنگ اسرائیل و حماس نیروهای اسرائیلی بیش از 33 هزار نفر را کشته و دست کم 75 هزار هم مجروح شده اند. جنگ در 7 اکتبر سال گذشته و پس از حمله حماس به جنوب اسرائیل که در آن 1200 نفر کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند آغاز شد. ایران در نامه به شورای امنیت سازمان ملل خواستار محکوم کردن حمله جیش العدل شد. در درگیری بین نیروهای انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی و اعضای گروه جیش العدل در سطح 2 شهر در استان سیستان و بلوچستان که 4 شنبه شب 15 فروردین آغاز شد و تا بعد از ظهر روز پنجشنبه ادامه یافت، دست کم 11 نفر از نیروهای حکومتی و حداقل 18 نفر از افراد این گروه کشته شدند. جیش العدل که از سوی ایران، پاکستان و ایالات متحده آمریکا به عنوان گروه تروریستی اعلام شده و تا کنون بارها عملیات‌های گسترده‌ای را در سیستان و بلوچستان اجرا کرده، در بیانیه‌ای رسماً مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. امیر سعید ایروانی، نماینده ایرانی در سازمان ملل، در نامه خود نوشته است ایران از شورای امنیت می‌خواهد که این اقدامات شنیع تروریستی را به شدت محکوم کرده و تدابیر مناسب در راستای تعهدات خود نسبت به مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال اتخاذ کند. در نامه 2 بار اشاره شده که گروه جیش العدل تحت حمایت برخی کشورهای خارجی است، اما به طور مشخص به نام هیچ کشوری اشاره نشده است. استقبال آمریکا از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه 16 فروردین از دیدار با جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل خبر داد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو روز پنجشنبه ماموریت گزارشگر ویژه خود در امور ایران را تمدید کرد. این شورا در 55مین نشست خود همچنین با تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب این سازمان در خصوص سرکوب معترضان در جنبش زن زندگی آزادی موافقت کرد. عفو بین‌الملل این هفته گزارش داد در سال 2023 دست کم
853 تن در ایران اعدام شدند. 48% بیش از سال قبل از آن که این سازمان دلیل آن را ناشی از تلاش حکومت ایران برای گسترش هراس و وحشت در میان مردم نسبت به عواقب اعتراض علیه رژیم دانست. ناترازی تجارت غیر نفتی ایران به رقم بی سابقه منفی 17 میلیارد دلار رسید. آمارهای جدید دولتی حاکی از ناترازی منفی 16.8 میلیارد دلاری در تجارت غیر نفتی ایران طی سال 1402 است. بر اساس آمارهای گمرکی ایران در سال گذشته حدود 49.4 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته که 7% کمتر از سال 1401 است. واردات کشور 64.3 میلیارد دلار بوده که 7% بیشتر از سال 1401 است. ایران همچنین 1.9 میلیارد دلار طلای استاندارد وارد کرده است. آمارهای گمرکی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در سال گذشته 35 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده که 8.6% بیش از سال 1401 است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های گذشته حجم کل واردات خدمات ایران سالانه حدود 15 میلیارد دلار و صادرات خدمات کشور نصف این رقم بود. نیروی انتظامی از دستگیری یک عضو ارشد داعش در کرج خبر داد. پلیس ایران روز شنبه 18 فروردین ماه از دستگیری 3 عضو گروه حکومت اسلامی داعش از جمله یک عضو ارشد در کرج خبر داد. سعید منتظرالمهدی سخنگوی پلیس این فرد را محمد زاکر مشهور به رامش معرفی کرده است. به گفته این مقام نیروی انتظامی این افراد قصد عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. خبرگزاری اسنا نوشته است که محمد زاکر در ماهدشت کرج بازداشت شده است. سه فرد متهم به عضویت در گروه حکومت اسلامی داعش در دو عملیات جداگانه و پس از تیراندازی پلیس به خودروی آنها مورد اصابت گلوله و دستگیر شده. اعتراض کارگران اخراجی گروه ملی فولاد با برخورد حراست به تنش کشیده شد. کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد در گزارشی اعلام کرد که عوامل حراست ملی فولاد امروز شنبه 18 فروردین ماه با حمله به تجمع اعتراضی کارگران اخراجی اقدام به برخورد فیزیکی با آنها کردند. بر اساس این گزارش کارگران اخراجی مقابل یکی از ورودی‌های شرکت تحصن کرده و پیگیر بازگشت به کار خود بودند که با حمله و هجوم ماموران حراست روبرو شدند. کارگران معترض این واحد بزرگ تولیدی ابتدای دی ماه سال گذشته نیز در بیانیه‌ای از نگاه بردهداری مسئولان استانی، بانکی و شرکتی استان خوزستان به کارگران انتقاد کرده و وقت کشی مدیران را توهین‌آمیز دانسته بودند. با هم چند پیام بازرگانی می‌بینیم برمی‌گردیم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. نوروز امسال هم صدف شریک شادی های شماست. از سنجد و سکه و سرکه و سماق و سمنو تا سبزی پلو و کوکو سبزی و باقلا پلوی نوروزی شما و انواع آش های صدف، کشک صدف و پیازداغ صدف مکمل سفره رنگین 13 به در شما. صدف سال نو را تبریک میگوید و تندرستی و شادمانی برایتان آرزو میکند. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس.
به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. کشف یک اختلاس بزرگ در مجتمع بندر امام، متهم اصلی از کشور گریخت. بندر بنابر اعلام این مجموعه با هماهنگی و اقدام مقام قضایی تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود مورد شناسایی و حساب آنها مسدود شده است، اما متهم اصلی به خارج از کشور گریخته است. فساد مالی در ایران و سکوت رسانه‌های حکومتی در قبال آن در سال‌های گذشته ادامه یافته است. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی در سال 1390 درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک‌های ایران تاکید کرده بود که رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند. علی خامنه‌ای ادعا کرده بود که عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولان سوء استفاده کنند. پدر یکی از خدمه سانچی، محموله احتمالی برای کره شمالی، باعث تنش در کشتی شد. عبدالله عبداللهی، پدر یکی از سرنشینان کشتی غرق شده سانچی، اعلام کرد احتمالاً این کشتی حامل محموله‌ای برای کره شمالی بوده و وقتی سرنشینان از این موضوع مطلع می‌شوند میان آنان و کاپیتان کشتی تنش به وجود می‌آید. کشتی سانچی دیماه 1396 پس از 9 روز شعله ور ماندن در آب‌های ساحل شرق چین غرق شد و مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند 29 خدمه آن کشته شدند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، طی نامه‌ای از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به خاطر ارائه محموله سانچی تشکر کرد. کشتی سانچی به طور رسمی حامل 136 هزار تن معدنیات گازی متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود که برای کره جنوبی حمل می‌شد. اسنادی دریافتی نشان می‌دهند وقتی کشتی سانچی در حال غرق شدن بوده، نیروی دریایی آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی پیغام داده است از این کشتی سیگنال دریافت کرده، اما تهران اعلام کرده چون با واشنگتن رابطه ندارد اطلاعات را نمی‌خواهد. حمله موشکی روسیه به شهر خارکف اوکراین 6 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. مقامات محلی اوکراین گزارش دادند که نیروهای روسیه شبانه با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک به اوکراین حمله کردند که در خارکف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حداقل 6 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته فرمانده نیروی هوایی روسیه در مجموع در طول شب 32 پهپاد شاهد ساخت ایران و 6 موشک به سمت اوکراین شلیک کرد. میکولا اولشتروک در بیانیه‌ای گفت که نیروهای دفاع هوایی اوکراین 3 موشک کروز و 28 پهپاد را سرنگون کردند. او گفت قاتلان روسی همچنان به ترور اوکراینی‌ها با حمله به شهرهای آرام از جمله خارکف ادامه می‌دهند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هر 10 فروند راکت بر فراز منطقه مرزی بولگروت روسیه توسط سامانه‌های پدافند هوایی ساقط شدند. سیل در جنوب روسیه پس از شکست شدن سد، تخلیه 11 هزار ساکن منطقه اورنبورگ. شکست شدن یک سد بر روی رود آرال به خاطر بارندگی‌های شدید منجر به سیلاب شدید در منطقه اورنبورگ روسیه در جنوب این کشور و نزدیکی مرز با قزاقستان شده است. مقامات حوادث اضطراری روسیه روز شنبه 18 فروردین اعلام کردند تا کنون بیش از 11 هزار نفر را
را از منطقه سیل زده تخلیه کردند. تصاویر منتشر شده حاکی از سیل گرفتگی گسترده شهر اورسک در این منطقه است و بیش از 4000 خانه زیر آب رفته است. این شهر حدود 190000 نفر جمعیت دارد و روستاهای اطراف آن با سیل گرفتگی شدید مواجه شده است. بارش‌های گسترده از چند روز پیش در این منطقه ادامه دارد. زاغستان تا کنون حدود 47000 ساکنی مناطق مرزی با اورنبورگ روسیه را تخلیه کرده و انتظار می‌رود سیلاب از خاک روسیه به قزاقستان سرازیر شود. جسد یک گروگان دیگر اسرائیلی به خاک این کشور بازگردانده شد. ارتش و آژانس امنیت داخلی اسرائیل شینبت روز شنبه 18 فروردین در بیانیه مشترک اعلام کردند که جسد یک گروگان این کشور که هنگام اسارت توسط سازمان تروریستی جهاد اسلامی به قتل رسیده بود را در خان یونس پیدا کرده و به اسرائیل بازگردانده. در جریان حمله تروریستی 15 مهر شبه نظامیان فلسطینی به جنوب اسرائیل که در آن 1200 تن عمدتاً غیر نظامی از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان به قتل رسیدند، 253 تن دیگر به عنوان گروگان به نوار غزه روبوده شدند. در حال حاضر ده ها تن از گروگان ها همچنان در دست شبه نظامیان فلسطینی هستند. پس از این حمله تروریستی اسرائیل تهاجم به غزه را به منظور نابودی حماس و همچنین آزادی تمامی گروگان های روبوده شده آغاز کرد. ده ها نماینده دموکرات در نامه ای به بایدن خواستار توقف ارسال سلاح به اسرائیل شده. این نمایندگان با ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر کشته شدن امدادگران بین‌المللی در حملات اسرائیل و بحران انسانی روزافزون در غزه از کاخ سفید خواستند دیگر سلاحی به اسرائیل ارسال نکند. هفت امدادگر آشپزخانه مرکزی جهانی، یکی از مهمترین تامین کنندگان مواد غذایی در نوار غزه، روز 13 فروردین در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیلی به سه خودروی این سازمان کشته شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز گذشته هشدار داد که اگر اسرائیل همچنان نتواند در جنگ غزه از جان غیر نظامیان محافظت کند، این خطر وجود دارد که دیگر تفاوت این کشور با حماس قابل تشخیص نباشد. با هم چند پیام بازرگانی می‌بینیم، برمی‌گردیم. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنسین‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس.
818-818-0707 heydarilogroup.com. رهبر طالبان خواستار روابط نیک جامعه جهانی با امارت اسلامی شد. رهبر گروه طالبان که خود را حکومت امارت اسلامی افغانستان معرفی می کند، روز شنبه 18 فروردین در ادامه پیام خود گفت افغانستان به دنبال روابط دیپلماتیک و اقتصادی با همه ملت ها است. در خصوص روابط بین المللی هدف ما این است که سیاستی متوازن و مبتنی بر اقتصاد را در پرتو دین اسلام با همه کشورها دنبال کنیم. در پی انتقادهای گسترده جامعه جهانی به خاطر اجرای دوباره احکام اعدام در ملای عام توسط طالبان، اخیراً تلاش این گروه اسلامگرا برای احیای احکامی مانند سنگسار نیز به نگرانی‌های حقوق بشری در این کشور دامن زده است. رهبر امارت اسلامی خواسته تا در برابر ظلم اسرائیل بر فلسطینی‌ها ایستادگی کنند. توافق آمریکا و چین بر سر مذاکرات فشرده برای رسیدن به توازن در رشد تجارت. وزیر خزانه داری آمریکا طی سفری به چین و موضع ایجاد توازن برای رشد تجارت دو جانبه میان دو کشور را مورد مذاکره قرار داده است. اتحادیه اروپا و آمریکا هر دو تجارت بسیار نامتوازنی با چین دارند. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد صادراتش به آمریکا در سال گذشته میلادی بیش از 500 میلیارد دلار و وارداتش تنها 164 میلیارد دلار بوده است. همچنین در حالی که چین پارسال حدود 501 میلیارد دلار صادرات به اتحادیه اروپا داشته، وارداتش را از این اتحادیه تنها حدود 282 میلیارد دلار بوده است. پیشتر وزیر خزانه داری آمریکا به شرکت‌های چینی هشدار داده بود همکاری در زمینه تامین تسلیحات روسیه عواقب شدید در پی خواهد داشت. سوئد، تلاش کنسولی برای پیگیری وضعیت یوهان فلوتروس و احمد رضا جلالی ادامه دارد. روابط ایران و سوئد در سال‌های گذشته و مخصوصاً پس از بازداشت دادگاهی و محکوم شدن حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 تیره شد. پس از صدور حکم نوری، سفیر جمهوری اسلامی در سوئد به تهران فراخوانده شد، اما وزارت امور خارجه اعلام کرد برنامه‌ای برای کاهش سطح روابط وجود ندارد. یوهان فلوتروس شهروند سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا است که از زمان بازداشت به سر می‌برد. این شهروند سوئد به جمع‌آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه متهم شده است. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی نیز اردیبهشت سال 1395 بازداشت و به جاسوسی متهم شد. ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. بازار ارز در مدار سعودی قرار دارد. دلار رکورد 65 هزار تومان را تجربه کرد. با تداوم روند رو به رشد قیمت انواع ارز در ایران، قیمت دلار آمریکا با ثبت رکورد جدیدی به بالای 65 هزار تومان صعود کرد و بار دیگر به کانال 64 هزار تومان برگشت. بررسی سایت‌های اطلاع رسانی طلا و ارز نشان می‌دهد که در معاملات امروز پوند انگلیس نیز رکورد جهانی را ثبت کرده و به بیش از 82 هزار تومان معامله شده است. همچنین هر یورو نیز سطح جدیدی از قیمت را در تاریخ معاملات ثبت کرده و به 70400 تومان رسیده است. در بازار طلا و سکه نیز با افزایش تاریخی قیمت جهانی اونس به 2330 دلار هر گرم طلای 18 عیار در بازار ایران به 3 میلیون و 640 هزار تومان رسید. با شروع سال جدید قیمت دلار در بازار ایران متأثر از عوامل اقتصادی و سیاسی و تنش‌های منطقه در مدار سعودی قرار دارد. به پایان اخبار امروز می‌رسیم. تا روز دیگر بدرود.